آیت الله کاظم شریعت مداری در نیمه فروردین ماه سال 1365 در تهران درگذشت و شبانه و به صورت پنهانی در قبرستان ابو حسین قم به خاک سپرده شد. علامتی که همه تون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت نمزد. اگرچه آیت الله شریعت مداری در زمان مرگ خود از منتقدان آیت الله خمینی بود، اما پیش از پیروزی انقلاب در محافظت از او در مقابل حکومت نقشی مهم ایفا کرده بود. مطابق اسناد منتشر شده، پس از بازداشت آیت الله خمینی در سال 1342، آیت الله شریعت مداری با نفوذترین مرجعی بود که او را مرجع تقلید دانست و مورد حمایت قرار داد. آیت الله منتظری در خاطرات خود نوشته است: چون صحبت بود که می‌خواهند آیت الله خمینی رو محاکمه کنند و مطابق قانون اساسی آن زمان مرجع تقلید رو نمی‌توانستند محاکمه کنند، لذا بر حسب آنچه گفته شد، حضرات آیات آقای شریعت مداری، آقای میلانی، آقای مرعشی نجفی و آقای حاج شیخ محمد تقی آملی یک چیزی نوشتند و آیت الله آقای خمینی رو به عنوان مرجع معرفی کردند تا از اعدام ایشان پیشگیری کنند. او که یکی از مراجع مشهور شیعه در قم بود، پس از پیروزی انقلاب ایران در سال 1357 برخلاف دیگر مراجع شیعه فعالیتی گسترده در صحنه سیاسی داشت. تنها یک هفته پس از اعلام موجودیت حزب جمهوری اسلامی که توسط شاگردان و اطرافیان آیت الله خمینی تأسیس شد، در هفتم اسفند ماه سال 1357 گروهی جدید با عنوان حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمانان اعلام موجودیت کرد که مؤسسان آن از نزدیکان آیت الله شریعت مداری بودند. درگیری و رقابت میان شاگردان دو مرجع مذهبی داستانی طولانی داشت و از سالهای پیش از پیروزی انقلاب آغاز شده بود. شاگردان رهبر جمهوری اسلامی آیت الله شریعت مداری را رقیب استاد خود می دانستند. در نتیجه همین رویارویی، سرکوب هواداران آیت الله شریعت مداری حتی پیش از سرکوب نیروهای چپ همچون حزب توده آغاز شد. رقابت حزب نزدیک به دو رهبر مذهبی با ماجرای دستگیری صادق قطب‌زاده وزیر امور خارجه قبلی ایران و ادعای تلاش او برای بمب‌گذاری در خانه آیت الله خمینی به پایان خود رسید. در پی آن آیت الله شریعت مداری و شیوه او در تعامل با حکومت شاه رو سازشکارانه می‌دانستند. پس از تأسیس حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمانان، حزب جمهوری اسلامی که در حال تصرف مراکز قدرت بود به رویارویی با آن پرداخت. متهم شد که از ماجرا با خبر بوده است و موجی از اهانت‌ها و فشارها علیه او آغاز شد. بعدها آیت الله منتظری در خاطرات خود نوشت: روزی آقای حاج احمد آقا در قم به منزل ما آمد و در حالی که آقای حاج سید هادی نیز حضور داشت به نحو تهدیدآمیز گفت: امشب قطب‌زاده در تلویزیون مطالبی رو راجع به آقای شریعت مداری میگوید. شما مواظب باشید، حرفی نزنید و چیزی نگویید. بعد شب مصاحبه آقای قطب‌زاده از تلویزیون پخش شد و در این راستا بود که به سراغ آقای شریعت مداری رفتن و من از ساعت و سقم قضایا بی اطلاع بوده و هستم. آیت الله منتظری اضافه کرد: بعدن شنیدم آقای حاج احمد آقا در زندان سراغ آقای قطب‌زاده رفته و به او گفته است شما مصلحتاً این مطالب رو بگویید و اقرار کنید و بعد امام شما رو عفو میکنن، ولی بالاخره او رو اعدام کردن. و باز بعدها از طریق موثقی شنیدم که جریان ریختن مواد منفجره در چاه نزدیک محل سکونت مرحوم امام به کلی جعلی است و واقعیت نداشته است و منظور فقط پرونده سازی برای مرحوم آقای شریعت مداری بوده. انتشار اعترافات قطب‌زاده از تلویزیون زمینه برخورد با آیت الله شریعت مداری رو فراهم کرد. هاشمی رفسنجانی در خاطرات فروردین ماه سال 1361 نوشته است: مطلع شدم که مردم قم پس از نماز جمعه علیه آقای شریعت مداری تظاهرات و دارالتبلیغ رو اشغال کردند. تلفن‌های طرفداران ایشان را قطع کردند. آیت الله شریعت مداری
با انتشار نامه ای از فشارهای ایجاد شده و اینکه امکان دفاع از خود رو ندارد شکایت کرده و نوشت هر تهمتی که به این جانب بزنن و هر نسبتی رو بدهن امکان دفاع از خود و بیان حقیقت رو ندارم و اکنون منزل این جانب در محاصره کامل و رفت و آمد ممنوع است و اگر این تبلیغات بر علیه این جانب ادامه پیدا کند و در نمازهای جمعه و رسانه‌های گروهی و روزنامه‌ها مردم تحریک شوند حیات و زندگی ما و خانواده بیش از پیش مورد هجوم و تهدید قرار خواهد گرفت و به آقایان اعلام خطر می‌کنم. این نامه باعث کاهش فشار بر آیت الله شریعت مداری نشد و نه تنها اعضای خانواده او بلکه خود این مرجع تقلید هم در معرض فشارهای غیرمنتظره برای کسب اعترافات اجباری قرار گرفت. فشارهایی که مسئولیت آن عمدتاً با محمد محمدی ری شهری ریاست وقت دادگاه انقلاب ارتش بود. چندی بعد فیلمی از آیت الله شریعت مداری در تلویزیون دولتی ایران پخش شد که در آن از روی کاغذی که در دست داشت نسبت به قصور و یا تقصیر خود به درگاه خداوند استغفار می کرد و همچنین ملتزم می شد که در آینده امثال این امور تکرار نشود. پس از آن جامعه مدرسین حوزه علمی قم که توسط هواداران و شاگردان آیت الله خمینی تشکیل شده بود در اقدامی بی سابقه در تاریخ شیعه او را از مرجعیت خلع کرد. آیت الله شریعت مداری همچنین محصور شد و تا پایان عمر در حصر ماند. ماجرای آیت الله شریعت مداری به درس عبرتی برای نهادهای سنتی مذهبی در قم و دیگر مدارس مذهبی در سراسر کشور تبدیل شد. پس از انقلاب چند مرجع تقلید دیگر همچون آیت الله محمد صادق روحانی، آیت الله محمد حسینی شیرازی و آیت الله حسن طباطبایی قمی نیز به دلیل انتقاد از جمهوری اسلامی محصور شدند و به این ترتیب صدای هر گونه مخالفتی در مراکز مذهبی خاموش شد. اما اهمیت سرکوب آیت الله شریعت مداری که نفوذی گسترده در آذربایجان داشت بیشتر بود. شدت عمل حکومت ایران با هواداران آیت الله شریعت مداری تا فروردین ماه سال 1365 زمانی که او چشم از جهان فرو بست کماکان ادامه داشت. آیت الله رضا صدر از روحانیون بلندپایه مذهبی ساکن قم و برادر امام موسی صدر در جزوه‌ای با عنوان در زندان ولایت فقیه که همان روزها منتشر کرد بخشی از فضای سرکوب در آن روزها رو ترسیم کرده است. او در ابتدای این جزوه از ممنوعیت ملاقات آیت الله شریعت مداری با برخی از دوستان و بستگانش نوشته و پرسیده است چرا چنین کردند؟ چرا عیادتش رو ممنوع ساختند؟ اگر مردم از او عیادت می‌کردند چه می‌شد؟ او که قدرت بر سخن نداشت. چرا نگذاشتند پسرش در دقایق واپسین عمر پدر چند کلمه با پدر سخن بگوید؟ اگر این پسر با این پدر سخن می‌گفت چه می‌شد؟ آیا این عدل اسلامی است؟ آقای سر همچنین با توصیف شرایط امنیتی حاکم پس از مرگ آیت الله شریعت مداری تاکید کرده که ظاهراً حکومت مصمم به اجرای تصمیماتی مشخص بعد از درگذشت این مرجع تقلید بوده، از جمله اینکه جنازه شریعت مداری به بازماندگانش تحویل نشود، جنازه‌اش تشییع نشود، به وصیتش عمل نشود، از اقامه مجالس خط برای او ممانعت شود، اگر کسی برای او اقامه عزا کرد زندانی شود، کسی حق نداشته باشد به خانه مصیبت زدگان برود، مجلس 7:40 برای او تشکیل نشود و صدای گریه از خانهش بلند نشود. آیت الله رضا صدر اجازه اقامه نماز بر آقای شریعت مداری را نیافت و در جریان مراسم بزرگداشت بازداشت شد. چند روز بعد آیت الله حسن طباطبایی قمی از مراجع مذهبی مشهد که خود در حصر بود نامه خطاب به آقای صدر نوشت و در آن تاکید کرد عجبا در کشوری که به نام جمهوری اسلامی نامگذاری شده برای تشییع جنازه رهبر شوروی کافر که دشمن خدا و منکر خدا بوده هیئتی فرستاده می شود، ولی عالم دینی و مرجعی که عده زیادی در داخل و خارج کشور مقلد و پیرو دارد رحلت می نماید، جنازه آن عالم بدون تشریفات لازم حمل می شود و مانع می شوند از نماز خواندن جناب عالی بر جنازه آن مرحوم
که بر طبق وصیت خود مرحوم لازم بوده شما انجام دهید و مصداق ینهون عن المعروف ظاهر می شود. آیت الله طباطبایی قمی افزود: بالاتر آنکه شما بر طبق ادعای وظیفه تسلی دادن بر مصیبت زدگان برای تسلیت دادن به بازماندگان در منزل آن مرحوم تشریف میبرید. با کمال بیشرمی جناب عالی رو بازداشت نموده و مدتی در بازداشتگاه نگاه میدارم. از طرف دیگر آیت الله محمد رضای گلپایگانی از مراجع سنتی قم نیز تلگرافی به آیت الله خمینی فرستاد و نسبت به وضعیت پیش آمده ابراز تأسف کرد. او خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشت: آنچه بین حضرت عالی و آیت الله شریعت مداری واقع شده، حکومت واقعی با خداوند متعال و ظاهراً هم با تاریخ می باشد. فعلاً که خبر تأسف انگیز رحلت ایشان منتشر شده است، لازم دانستم ضمن ابراز نگرانی و تسلیت از جریان تجهیز که بدون تشییع و احترامات لازمه و تدفین مخفیانه در محل غیر مناسب واقع شده، ابراز تأسف شدید بنمایم. انتظار دارم اکنون هم در حد ممکن اهانت‌هایی رو که به ایشان و مقام مرجعیت شده شخصا تدارک فرمایید. همچنین مهندس مهدی بازرگان در تلگرافی خطاب به آیت الله مرعشی نجفی درباره مرجع درگذشته نوشت: آن مرحوم پس از چند سال محرومیت از آزادی و محدودیت در ملاقات و معالجه سرانجام تسلیم عجل مقدر گشته به دیار باقی شتافت. جنازه‌اش پنهان به خاک سپرده شد در حالی که بستگان، دوستان و مقلدینش نه موافق به ملاقات ودا شدند و نه توانستند مطابق وصیتش او را کفن و دفن نموده نماز گذارند و در محلی که خواسته بود به خاک بسپارند و پس از آن نیز از برگزاری مجالس ختم و ترحیم محروم گشتند. گویا آیت الله خمینی از شیوه برگزاری مراسم بزرگداشت آیت الله شریعت مداری بی خبر نبوده است. آیت الله منتظری بعدها در خاطرات خود به مشکلاتی که در این ماجرا پیش آمده بود اشاره کرد و نوشت: یک شب که ما با امام جلسه داشتیم، در آن جلسه همه مسئولین، آقای هاشمی، آقای خامنه‌ای، آقای موسوی اردبیلی، آقای موسوی نخست وزیر و احمد آقا هم بودند. در ضمن صحبت‌ها من این مطلب رو به امام گفتم که چه اشکال داشت طبق وصیت آقای شریعت مداری که با آقای صدر گفته بودند تو بر من نماز بخوان، در آن نیمه شب اجازه می‌دادند آقای صدر بر آقای شریعت مداری نماز بخواند. این به کجای انقلاب لطمه می‌زد؟ ولی حالا که نگذاشتند آقای صدر همه این جریانات و جریان بازداشتش رو در یک جزء 70-80 صفحه‌ای نوشته است. خیلی هم محترمانه نوشته، به کسی هم توهین نکرده است. اما این نوشته در تاریخ میماند و بعد در آینده حضرت عالی رو محکوم میکنند. میگویند آقای خمینی نگذاشت به یک نفر مرجعی که رقیبش بود نماز بخواند. آیت الله منتظری میافزاید: وقتی من این حرف رو زدم امام ناراحت شدند و جمله تندی راجب آقای شریعت مداری گفتند که من خیلی تعجب کردم و حکایت از این داشت که ذهن ایشان رو نسبت به آقای شریعت مداری خیلی مشوب کردن. گفتم بالاخره ایشان وصیت کرده بودند که این شخص بر اون نماز میت بخواند و مانع شدند. سال گذشته محسن کدیور، پژوهشگر مذهبی ساکن آمریکا، تحقیقاتی درباره نحوه برخورد حکومت ایران با مخالفان مذهبیش انجام داد و اسنادی جدید از شیوه برخورد با آیت الله شریعت مداری نیز منتشر کرد. او در اولین مقاله خود با عنوان اسنادی از مظلومیت آیت الله شریعت مداری که 13 آبان ماه سال 1391 در سایت جرس منتشر شد نوشت: اموال تحت الاختیار مرحوم آیت الله شریعت مداری در زمان حیاتش به دستور ولی فقیه یا عوامل تحت امر ایشان مصادره شده است و در اختیار حزب جمهوری اسلامی یا دفتر تبلیغات اسلامی گذاشته شده است. اما مهمترین بخش از تحقیقات کدیور مربوط به بیماری آیت الله شریعت مداری و ممانعت جمهوری اسلامی ایران از معالجه اوست. کدیور نوشته است: بر اساس اسناد رسمی منتشر شده، سران نظام جمهوری اسلامی از اوایل سال 1361 از ابتلای آیت الله شریعت مداری به بیماری سرطان مطلع بودند و علی‌رغم درخواست او پزشک معالجش اجازه اعزامش به بیمارستان‌های تهران داده نشده است. در یکی از اسناد منتشر شده توسط او آمده است:
مرحوم آیت الله حاج آقا رضا صدر کراراً برای رفع حبس آیت الله العظمی شریعت مداری و یا حداقل اجازه دادن رهبر انقلاب برای معالجه آن مرجع مظلوم و نجات جانشان از بیمارستان که مستلزم مداوا و عمل در خارج از کشور بود، توسط آیت الله آقای حاج سید عبدالکریم موسوی اردبیلی و آیت الله آقای حاج سید محمد صادق لواسانی به آیت الله خمینی که جریان برخورد با ایشان رو هدایت می‌نمود، پیغام می‌دادند. اما پاسخ منفی بود و بنا به نقل آیت الله صدر، حتی یک مرتبه آقای خمینی گفته بود شریعت مداری باید در خانهش محبوس باشد تا با مرضش بپوسد و بمیرد. به تأکید محسن کدیور، نظام جمهوری اسلامی از اعزام آیت الله شریعت مداری به بیمارستانهای مجهز تهران تا 4 اسفند 64 که بیماری او بسیار پیشرفت کرده و دیگر امکان درمان وجود نداشته خودداری کرده و به معاینه پزشک معالج در منزل تحت حصر اکتفا کرده است. ایشان 40 روز بعد از انتقال به بیمارستان در 14 فروردین ماه سال 1365 در سن 81 سالگی دار فانی رو ودا گفت. این پایان کار مرجعی بود که 15 سال پیش از روی کار آمدن آیت الله خمینی در اعلام مرجعیت او و محافظتش از برخورد حکومت پهلوی نقش مهمی رو ایفا کرده بود. مرسی که با این ویدیو همراه ما بودید. لطفاً نظرتون رو زیر این پست برای ما کامنت کنید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید به جهت حمایت از ما لایک کنید. اگر تا الان آژیر قرمز رو سابسکرایب نکردید، همین الان سابسکرایب کنید و عضو کانال ما بشید. و زنگوله رو فشار بدید تا از پست‌ها و ویدیوهای بعدی ما با خبر بشید.